فرمودن شاه عیاز را که اختیار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هرچه ای کنی اینجا ثواب است و در هر یکی مصلحت هاست که در عدل هزار لطف هست درج ولکم فی القصاص حیات آن کس که کراهت می دارد قصاص را در این یک حیات قاتل نظر می کند و در صد هزار حیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حسن بیم سیاست نمی نگرد. کن میان مجرمان حکم ای عیاز، ای عیاز پاک با صد احتراز، گر دو صد بارت بجوشم در عمل، در کف جوشت نیابم یک دغل، ز امتحان شرمنده خلقی بیشمار، امتحانها از تو جمله شرمسار، بحر بیقعر است تنها علم نیست، کوه و صد کوه است این خود حلم نیست. گفت من دانم عطای توست این، ورنه من آن چاروغم وان پوستین، بهر آن پیغامبر این را شرح ساخت، هر که خود بشناخت یزدان را شناخت، چاروغت نطفه است و خونت پوستین، باقی ای خواج عطای اوست این، بهر آن داده است تا جوی دگر، تو مگو که نیستش جز این قدر، زان نماید چند سیبان باقبان، تا بدانی نخل و دخل بوستان، کف گندم زان دهد خریار را، تا بداند گندم انبار را، نکته ای زان شهر گوید اوستاد، تا شناسی علم او را مستزاد، ور بگویی خود همینش بود و بس، دورت اندازد چنانک از ریش خس، ای عیاز اکنون بیا و داده ده، داد نادر در جهان بنیاد نه، مجرمانت مستحق کشتنند و از طمع بر عفو و حلمت میتنند، تا که رحمت غالب آید یا غضب، آب کوثر غالب آید یا لهب، از پی مردم ربایی هر دو هست، شاخ حلم و خشم از عهد الست، بهر این لفظ الست مستبین، نفی و اثبات است در لفظی قرین، زان که استفهام اثباتی است این، لیک در وی لفظ لیسه شد قرین، ترک کن تا ماند این تقریر خام، کاسه خاصان منه بر خان عام، قهر و لطفی چون سبا و چون وبا، آن یکی آهن روا وین کهروبا، می کشد حق راستان را تا رشد، قسم باطل باطلان را می کشد، معده حلوایی بود حلوا کشد، معده صفرایی بود سرکا کشد، فرش سوزان سردی از جالس برد، فرش افسرده حرارت را خورد، دوست بینی از تو رحمت می جهد، خصم بینی از تو ستوت می جهد، ای عیاز این کار را زودتر گذار، زان که نوعی انتقام از انتظار،